بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه عمار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به آدرس اینترنتی www.tvshia.com تقدیم می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه عمار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به آدرس اینترنتی www.tvshia.com تقدیم می نماید. روز شمار حرکت حضرت مسلم به کوفه تا شهادت، 15 رمضان 60، رسیدن هزاران نامه دعوت به دست امام، سپس فرستادن مسلم ابن عقیل به کوفه برای بررسی اوضاع. 5 شوال 60، ورود مسلم ابن عقیل به کوفه، استقبال مردم از وی و شروع بیعت آنان با مسلم. 11 ذی‌قعده 60، نام نوشتن مسلم ابن عقیل از کوفه به امام حسین و فراخوانی به آمدن به کوفه. 8 ذی‌حجه 60، دستگیری هانی، سپس شهادت او، خروج مسلم ابن عقیل در کوفه با 4000 نفر و سپس پراکندگی آنان از دور مسلم و تنها ماندن او و مخفی شدن در خانه توعه. تبدیل کردن حج به عمره توسط امام حسین علیه السلام در مکه، ایراد خطبه برای مردم و خروج از مکه همراه با 82 نفر از افراد خانواده و یاران به طرف کوفه. 9 ذی‌حجه، درگیری مسلم با کوفیان، سپس دستگیری او و شهادت مسلم بر بام دارالاماره کوفه. شناسنامه حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام. جناب مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم، برادرزاده حضرت علی علیه السلام. مسلم همسر رقیه، دختر حضرت علی علیه السلام است. وی صاحب رأی و علم و شجاعت بوده و در مکه اقامت داشت. چون مردم کوفه اطاعت خود را نسبت به امام حسین علیه السلام اعلام داشتند، حسین ابن علی او را روانه کوفه ساخت که به نام آن حضرت از اهالی کوفه بیعت بگیرد. اما یزید عبیدالله ابن زیاد را به حکومت کوفه فرستاد و عبیدالله مردم را از بیعت حسین علیه السلام منع و آنان را متفرق کرد و مسلم را به شهادت رساند. نامه های کوفیان. زمانی که 12000 نامه با بیش از 22000 امضا از طرف کوفیان به دست امام حسین علیه السلام رسید، آن حضرت تصمیم گرفت به نامه های ایشان پاسخ دهد. از این رو نماینده ای از طرف خود برای بررسی اوضاع و سنجش روحیه مردم به کوفه فرستاد. به این منظور نامه‌ای برای ایشان نوشت و مسلم ابن عقیل عموزاده و شوهر خواهر خیش را به عنوان سفیر و نماینده به کوفه فرستاد. مأموریت خطیر مسلم در سفر به کوفه تحقیق درباره این بود که آیا عموم بزرگان و خردمندان شهر آماده پشتیبانی از امام حسین علیه السلام و عمل به نامه‌هایی که نوشته اند هستند یا نه. مسلم شبانه وارد کوفه شد، به منزل یکی از شیعیان مخلص رفت. خبر ورود مسلم در شهر طنین انداز گردید و شیعیان نزد او رفت و آمد و با امام علیه السلام بیعت می کردند. در تاریخ آمده که 12، 18 و یا به نقل از ابن کثیر 40000 نفر با مسلم بیعت نمودند. نامه مسلم در کوفه به امام حسین علیه السلام. مسلم پس از 40 روز بررسی اوضاع کوفه، نامه‌ای به این مضمون به امام حسین علیه السلام نوشت. آنچه میگویم حقیقت است. اکثریت قریب به اتفاق مردم کوفه آماده پشتیبانی شما هستند. فوراً به کوفه حرکت کنید. امام که از احساسات عمیق کوفیان باخبر شده بود، تصمیم گرفت به سوی این شهر حرکت کند.
ورود ابن زیاد به کوفه. ابن زیاد به همراه 500 نفر از مردم بصره در لباس مبدل و با سر و صورت پوشیده وارد کوفه شد. مردم که شنیده بودند امام علیه السلام به سوی آنان حرکت کرده، با دیدن عبیدالله گمان کردند آن حضرت وارد کوفه شده است، لذا در اطراف مرکبش جمع شده با احساسات گرم و فراوان به او خیر مقدم گفتند. پسر زیاد هم پاسخی نمی داد و همچنان به سوی دارالعماره پیش می رفت تا به آنجا رسید. نعمان ابن بشیر حاکم کوفه که گمان می کرد او امام حسین علیه السلام است، دستور داد درهای قصر را ببندند و خود از بالای قصر داد زد: از اینجا دور شو، من حکومت را به تو نمی دهم و قصد جنگ نیز با تو ندارم. ابن زیاد جواب داد: در را باز کن. در این لحظه مردی که پشت سر او بود صدایش را شنید و به مردم گفت: او حسین علیه السلام نیست، پسر مرجانه است. نعمان در را گشود و عبیدالله به راحتی وارد دارالعماره کوفه شد و مردم نیز پراکنده گشتند. هانی ابن عربه. مسلم می دانست دیر یا زود عبیدالله کوچه به کوچه و خانه به خانه به دنبال او خواهد گشت و در صدد دستگیری و قتل او برخواهد آمد، لذا تصمیم گرفت جای خود را عوض کند و به خانه کسی برود که نیروی بیشتری در کوفه دارد تا بتواند از نفوذ و قدرت او برای ادامه کار و مبارزه با حکومت ستمگر استفاده کند. به همین منظور خانه هانی ابن عروه را برگزید و هانی نیز به رسم جوانمردی به او پناه داد. هانی ابن عروه از بزرگان کوفه و اعیان شیعه بوده و از اصحاب پیامبر صلی الله به شمار می آمد. پس از آنکه ابن زیاد از مخفیگاه مسلم به دست غلام خود باخبر شد، در صدد برآمد با زر و زور و تزویر میزبان او هانی را دستگیر کرده زمینه را برای دستگیری مسلم و دیگر بزرگان فراهم سازد. هانی که میزبان مسلم بود میدانست عبیدالله قصد دستگیری او را دارد، لذا بیماری را بهانه کرد، از رفتن به مجلس او خودداری می کرد. ابن زیاد چند نفر را طلبید و نزد هانی فرستاد. آنان سرانجام هانی را نزد ابن زیاد بردند. ابن زیاد با دیدن هانی به او گفت که با پای خیش به سوی مرگ آمده است و درباره مسلم از او پرسید. هانی منکر پناه دادن به مسلم شد. در این هنگام عبیدالله غلام خود را صدا زد و هانی با دیدن او دانست که انکار سودی ندارد. عبیدالله با تازیانه بر سر و صورت هانی زد و صورت و محاسنش را از خونش رنگین نمود، سپس دستور داد او را زندانی کنند. مسلم غریب و تنها در کوچه های کوفه می گشت، نمی دانست کجا برود. افزون بر تنهایی هر لحظه بیم آن می رفت او را دستگیر کرده و به شهادت برسانند. به ناگاه در کوچه ای زنی را دید که بر در خانه ایستاده است. تشنگی بر مسلم غلبه کرد، نزد آن زن رفته آبی طلبید. زن که توئه نام داشت کاسه آبی برای مسلم آورد. مسلم بعد از آشامیدن آب همانجا نشست. توئه ظرف آب را به خانه برد و بعد از لحظاتی بازگشت و دید که مرد از آنجا نرفته است. به او گفت: ای بنده خدا، برخیز و به خانه خود نزد همسر و فرزندانت برو. و دوباره تکرار کرد و بار سوم نشستن مسلم را بر در خانه اش حلال ندانست. مسلم از جای خیش برخاست و چنین گفت: من در این شهر کسی را ندارم که یاریم کند. توئه پرسید: مگر تو کیستی؟ و پاسخ شنید: من مسلم ابن عقیل هستم. توئه که از دوستداران خاندان پیامبر صلی الله بود، در خانه را به روی مسلم گشود و از او پذیرایی کرد. سخنان عبیدالله برای دستگیری مسلم. با آنکه مسلم تنها شده بود، ولی باز عبیدالله از ترس او و یارانش از قصر بیرون نمی آمد، لذا به افراد خیش دستور داد همه جای مسجد را بگردند تا مبادا مسلم در آنجا مخفی شده باشد. آنان نیز همه مسجد را زیر و رو کردند و مطمئن شدند که مسلم و یارانش آنجا نیستند. سپس عبیدالله وارد مسجد شد، بزرگان کوفه را احضار کرد و گفت:
هر کس که مسلم در خانه او پیدا شود و او خبر ندهد، جان و مالش بر دیگران حلال است و هر کس او را نزد ما بیاورد به اندازه دیه اش پول خواهد گرفت. تهدید و تطمیع عبیدالله کارساز شد و بلال فرزند توئه به دلیل ترس و به طمع رسیدن به جایزه صبح زود وارد قصر شده مخفیگاه مسلم را لو داد. عبیدالله با شنیدن این خبر به محمد ابن اشعث دستور داد به همراه 70 نفر مسلم را دستگیر کنند. امان دادن به مسلم و دستگیری او. مسلم در درگیری با سربازان عبیدالله حدود 45 نفر از آنان را از پای درآورد تا اینکه ضربه شمشیری صورتش را درید. با اینکه مسلم زخمی بود، باز هم کسی یارای مقابله با او را نداشت. آنان بر پشت بام ها رفته و سنگ و چوب بر سر مسلم ریختند و دسته های نی را آتش زده بر روی او انداختند. ولی مسلم دست از جدال بر نمی داشت و بر آنها یورش می برد. وقتی ابن اشعث به آسانی نمی تواند مسلم را دستگیر کند، دست به نیرنگ زد و گفت: ای مسلم، چرا خود را به کشتن می دهی؟ ما به تو امان می دهیم و ابن زیاد تو را نخواهد کشت. مسلم جواب داد: چه اعتمادی به امان شما عهد شکنان است؟ ابن اشعث بار دیگر امان دادنش را تکرار کرد و این بار مسلم به دلیل زخمهایی که برداشته و ضعفی که در اثر آنها بر او چیره شده بود تن به امان داد. مرکبی آورده مسلم را دست بسته بران سوار کردند و نزد عبیدالله بردند. کشتن مسلم را به کسی سپردند که در درگیری ها از ناحیه سر و شانه با شمشیر مسلم ابن عقیل مجروح شده بود. او مأمور شد که مسلم را به بام دارالاماره ببرد و گردنش را بزند و پیکرش را بر زمین اندازد. مسلم را به بالای دارالاماره می بردند در حالی که نام خدا بر زبانش بود. تکبیر می گفت و خدا را تسبیح می کرد. بر پیامبر خدا و فرشتگان الهی درود می فرستاد و می گفت: خدایا، تو خود میان ما و این فریب کاران نیرنگ باز که دست از یاری ما کشیدند حکم کن. جمعیت فراوانی بیرون کاخ در انتظار فرجام این برنامه بودند. مسلم را رو به بازار کفاشان نشاندند، با ضربت شمشیر سر از بدنش جدا کردند و پیکر خونین این شهید آزاده و شجاع را از آن بالا به پایین انداختند و مردم نیز هلهله و سر و صدای زیادی به پا کردند. کاش می شد بنویسم که گرفتار شدم، مثل خورشید گرفتار شب تار شدم. مرد این شهرم و بر پیر زنی مدیونم، این هم از غربت من بود که ناچار شدم. من نمی خواستم علت دل واپسی معجر زینب کبرا شوم، انگار شدم من بدهکاری خود را به همه پس دادم. به تو اندازه یک شهر بدهکار شدم. من در این خانه، تو در خانه خولی، تازه با تو همسایه دیوار به دیوار شدم. کاش می شد بنویسم کفنی برداری، کاش می شد بنویسم کفنی برداری، کفنی نیست اگر پیرهنی برداری.